سلام بچه‌ها چطورین امیدوارم کالتون خوب باشه من حدیثم و خوش اومدیم به چنل موویشن امروز میخوام یه راز پنهان از انیمیشن رنگو رو براتون بگم شاید شما فکر کنید که رنگو هم مثل بقیه انیمیشن ها یه قهرمانی داشت که خودش رو پیدا کرد و شهر رو نجات داد و همه چی به خوبی و خوشی تموم شد ولی اصلا اینطور نیست میخوام بهتون بگم که یه رازی توی این انیمیشن مخفی شده که مربوط میشه به خدا ناباوری و یه سری مسائل عقایدی و ایمان داشتن به یه چیزی که کلی انیمیشن رو ترسناک میکنه و داستان و عجیب غریب. بریم ببینیم که چه چیز عجیب غریبی بوده که ما نمیدونستیم پس بدون معطلی سابسکرایب و زنگوله یادتون نره برو بریم خب داستان انیمیشن راجع به یه آفتاب پرستیه که گم میشه و به یه شهر میرسه و به همه مردم شهر دروغ میگه که من قبلا یه قهرمان بودم ولی بعدها واقعا تبدیل میشه به قهرمان اون شهر رو شهر رو نجات میده مثل بقیه انیمیشن دیگه مگه نه؟ اما نه یه چیز عجیب قریب تره پشت داستانش صحنه آماده است شبیست پرز دلهور و تشویش شاهزاده خانم تک و تنها در اتاقش قصد آن دارد با زندگی ودا کند در خاک پوسیده در... اول انیمیشن متوجه میشیم که رنگو در واقع حیوان خونگی یه خانواده یه که دارن به یه مسافرت میرن و انگار حیوان خانگی بچه اون خانواده است چون میبینیم که یه سری از اسباب بازی و وسایل بچه توی آکواریوم رنگوان خب در واقع واسه آفتاب پرستا باید یه آکواریومی در نظر گرفته بشه که اون رو به طور عمودی قرار بدیم و توش درخت واقعی باشه نه به این شکلی که آکواریوم رنگو بود وگرنه حیوان خونگی افسردگی میمیره و در نهایت میمیره واسه همین اگه دقت کنید رنگو یه کمی حالت افسرده ها رو داشت و با خودش حرف میزد یا ادا در می آورد و این چیزا در واقع رنگو خودش یه بازیگر میدونست و هر وقت هم که به خودش فکر میکرد از خودش میپرسید که من کیم صحنه تو را میخواند تماشاگران تشنه ماجرا جویند من کیم یا مثلا من میتونم این باشم میتونم اون باشم و این چیزا خب قبل از اینکه تصادف کنن میبینیم که رنگو یه دیالوگی میگه و بعدشون اتفاق میفته و تصادف میکنن اون میگه که قهرمان به یه مکان مصنوعی نیاز نداره و اونجا نمیتونه خودش رو پیدا کنه بلکه به یه اتفاق غیرمنتظره واقعی نیاز داره و بعدش اون اتفاق میفته اون در واقع داره خودش رو میگه تا قهرمان رو توی خودش پیدا کنه و بفهمه که چه چیزی توی وجودش وجود داره و خودش رو با یه چالش روبرو کنه که واقعا هم یه اتفاق غیرمنتظره وسش میفته و پرت میشه از ماشین پایین و از خانوادهش دور میشه قهرمان باید بین مردم باشه نه جدا از اونم داستان ما یه اتفاق جالب و غیر منتظره میخواد یه حادثه که قهرمان داستان به تعارض سوق بده دقیقا تئوری از همینجا شروع میشه که رنگو اون موجود عجیب قریبی که فکر میکنم گور کم باشه و باعث تصادف خودش و شده رو میبینه و اون شخصیت از رنگو میخواد که کمکش کنه و اونو به اون طرف جاده ببره ولی خب همون لحظه یه دفعه ماشین رد میشه و رنگو به این ور و اون ور پرتاب میشه و یه جای دیگه میفته که ما یه دفعه میبینیم همون موجود سعی و سالم میاد بالای سر رنگو و با رنگو حرف میزنه چی؟ خب این اگه خودش میتونست خودش نجات بده واسه چی از رنگو همچین درخواستی کرد؟ هدفش واقعا از اینکه به رنگو همچین چیزی گفت چی بود؟ در واقع اون شخصیت میخواست به طور غیر مستقیم یه چیزی رو به رنگو بگه چیزی که خود رنگو واقعا منتظرش بود تا هدفش رو پیدا کنه پیدا کردن خودش و هویتش و سوال همیشه گیش که من کیم و هدفم از زندگی کردن چیه؟ یه جمع هم هست همین گورکنه به رنگو میگه که بهایی به دست آوردن علم فراز و نشیبایی داره و واقعا سختی داره و به راحتی به دست نمیاد. یه جام میبینیم که رنگو ازش میبرسه چرا صبر نمی کنی تا خیابون خلوتتر تر بشه بعد بری اون طرف جاده که در جواب بهش میگه که به این راحتی ها که فکر میکنی نیست. خب من میگم وایسا جاده که خلوت شد باید برو به این آسونی نیست در واقع ما اینجا میفهمیم که منظورش از اون طرف رفتن جاده نیست در واقع هدفشه که میگه برای رسیدن بهش باید سختیایی بکشی یه جا هم میبینیم که میگه برای پیدا کردن آب اول باید خاک و پیدا کنی و رنگو رو به یه جای مخالف شهر راهنمایی میکنه اگه دنبال آب میگردی اول باید خاک پیدا کنی <applause> و همین هم شد که رنگو رفت و به یه جایی رسید که آب سهمیه بندی شده و دور از شهره شهری به اسم خاک حالا همین شخصیت دانای ما یعنی همون گورکنه انگاری کلانتر قبلی همون شهر خاک بوده میش قشنگ میشه از حالتش و قیافش و کلاش و اون ریش سفیدش فهمید اینا رو و میبینیم که مردم اون شهر هم گفتن که یه بلایی سر کلانتر قبلی اومده حالا یا تبعیدش کردن یا مرده یا هر چیزی خب تا اینجای کار ما یه چیزی رو میفهمیم اینکه این گورکنه از قصد جلوی ماشین خونواده رنگو میفته تا اونا تصادف کنن و رنگو پایین بیفته و رنگو رو بتونه بفرستش به اون شهر خاک تا جانشین خودش بشه و بتونه کاریو که این نتونست انجام بده رو رنگو انجام بده و به مردم شهر آب برسونه و وقتی که میبینیم رنگو به طرف اون روح غرب میره گورکن هم اونجا هست و این خودش یه نشون است که بفهمیم انگاری گورکنه از قبل همه چی رو میدونسته و از قصد رنگو رو به یه جایی بر خلاف شهر فرستاده. یه جا هم میبینیم که رنگو یه خواب عجیب قریب میبینه. حالا اگه بریم سراغ تعبیر خوابه میتونیم یه چیزایی رو بفهمیم مثلا تعبیر خواب یک ماهی نارنجی توی روشنایی چی میتونه باشه روشنایی توی خواب در واقع نشونه ناامنیه دقیقا احساسی که رنگو داشت رنگ نارنجی هم میگه که شما باید سختی ها و مشکل های زندگی رو بپذیرید و باشون کنار بیاید تا بتونید از سرتون بگذرونیدشون ماهی هم نشونه یه. کسیه که توی زندگیش بهش فشار وارد شده یا همین الان داره سختی رو تحمل میکنه و تحت فشاره و خب رنگو با قدرت بازیگری که داشت تونست وارد اون شهر بشه و خودش رو جای کلانتر جا بزنه و خودش رو قهرمان معرفی کنه و بتونه اونجا دووم بیاره این اصلا ویژگی آفتاب پرستاست که رنگ عوض کنن و ادای بقیه حیونا رو درارن و شخصیتشون رو یه جورایی تغییر بدن در واقع اون خودشو با شریعت وقف داد و تونست توی اون شهر زنده بمونه و یه جورایی همین رنگ کردنه بود که باعث می شد از خودش بپرسه که من واقعا کیم من واقعا کیم عقایدی هم که اول ویدیو بهتون گفتم مربوط میشه به شهردار شهر خاک که بانکه آب و منبع آب و پیش خودش نگه داشته و به مردم شهر نمیگه تا واسه خودش یه تمدن جدیدی بسازه و میبینیم که به رنگو میگه تا وقتی که قدرت کنترل کردن آبو داشته باشی قدرت کنترل کردن همه چیو داری اگه کسی بتونه آب و مهار کنه میتونه همه چیو تحت فرمان داشته باشه و همچنین میبینیم که برنگو میگه که مردم تا وقتی که به چیزی امید داشته باشن زنده میمونن و تا وقتی که این مردم امید دارن که یه روزی آب به دستشون میرسه امید دارن و زنده میمونن میدونی روز و رو با امید در واقع اونا ایمان دارن و ایمانشون باعث میشه که زنده بمونن ایمان دارن که یه روزی آب میاد در واقع شهردار داشته از ایمان و اعتقادشون سو استفاده میکرده. اونا امید دارن که اوضا بهتر میشه. اونا امید دارن که خشکسالی بالاخره تموم میشه. علا شواهد و مشکلات امید دارن که فردا روشن و بهتر از امروز میشه. و همچنین هم می بینیم که وقتی مردم متوجه میشن که هیچ آبی دیگه واسه شون باقی نمونده و بانکشون خالی شده و خالی از یک قطره آب حتی شورش میکنن و دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارن تو شاری که من کلانترشم عشوب بیا خب دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه این کنار دو تا ویدیو دیگه بهتون معرفی میکنم که اگه دوست داشتید یه سری بهشون بزنید و اونم تماشا کنید معرفی سریال جدید بیمکس و زوره فامیل دور توی برنامه مهمونی خیلی دوستتون دارم فعلا